مصادف شد با اینی که وقتی من با این حال رفتم به منزل، در سایت های اینترنتی یه برنامه دیدم از یک تلویزیونی که ظاهرا خیلی هم موفقه در ایران به نام تلویزیون من و تو. بازیگری که با هنرمندی هرچه تمامتری این نقشا رو به این برنامه ساخته بود، آقای اسم نام آقای هوتن، که آقای هوتن رو برای اولین بار بنده در تلویزیون پارس که بودم در یک سال نوروزی، برنامه نوروزی، ایشون رو دعوت کردم، اومد اونجا و خب برنامه اجرا کرد و اینها، ولی با امکانات محدودی که وجود داشت. اما این برنامه که من دیدم راستی دلم شکست، خیلی غمگین شدم، خیلی افسرده شدم، چون دیدم که دوستان ما در تلویزیون من و تو باز چوب برداشتن علیه ایرانی های خارج از کشور و به تمسخر کشیدن خانوم ها و یا آقایونی که در خارج از کشور کار مبارزاتی انجام میدن. طنز البته یکی از بخش های کار رسانه‌ای است، نمیشه بهش ایراد گرفت، ولی وقتی این طنز مشروعیت پیدا میکنه که یک جمیع جهات رو ببینه، یعنی اینکه طنزهای داخل ایران رو هم ببینه، اتفاقات اونجا هم ببینه، یا حداقل وقتی 4 نفر رو تعیین میکنه برای یه برنامه، این پرسوناج ها دوتاشون اگر از اپوزیسیون گرفتار با هزار مشکل هست، دوتا بالاخره از خود اوضاع و احوال باشه و آدم اون وقت این نگاه رو منصفانه میبینه. اشکال قضیه، یعنی بیشتر از اونجایی دلم شکست، که این تلویزیون من و تو تلویزیونش متعلقه به خانواده آقای عباسی. آقای عباسی دوستان آشنا هستن، میدونن آقای فریبرز عباسی آمد و چند سال قبل در همین لس آنجلس یک تلویزیونی مبارز علیه جمهوری اسلامی 6 در 4 خیلی قدرتمند با نام آزادی درست کرد، که خیلی از چهره‌های اپوزیسیون در همین تلویزیون آزادی مشغول کار بودن، مثل آقای مرحوم فاضلی، رضا فاضلی، آقای سور اسرافیل، آقای عباس پهلوان، دوستان زیادی در اون همین عسل پهلوان ما در اون تلویزیون بودن. بعد از یه مدتی به دلیل اینی که نتونستن حمایت مالی بگیرن، مجبور شدن اون تلویزیون اپوزیسیونی که اتفاقا یه خط و ربطی هم داشت تعطیل شد و بعد همین آقا خانواده عباسی حالا تبدیل میشن به صاحبان تلویزیون من و تویی که اپوزیسیون رو به مسخره بکشن. یکی از دوستان خیلی خوب ما که با هم کار میکنی صحبت تبلیغات شد، گفت آه الان تلویزیون های چیز این من و تو فارسیوان اینا قرق کردن، الان شما باید پی ام سی فامیلی، فارسیوان، من و تو، همه دارن فقط اینا رو نگاه میکنن. گفتیم ای، گفتم آره راست میگن، خب آره دیگه، برنامه شون خیلی خوبه، برنامه خوب زیاد ماشاءالله همین تو. البته دیدم من و توه اخیرا مثل این که یه خود بادش در رفته، یه دیدم چی شده ازش، بادکنک دیدی اول میان تری میگیری میخواد بره تو هوا، خودت هم میخواد بکشه تو هوا، بعد از یه 5-6 روز بمونه تو آفتاب و یه خورده چیزا، یعنی باده میرم تری داره چی میشه دیگه، بعد فوتش بکنی بره هوا. اما دقیقاً اومدن چیکار کنن؟ چون من متوجه نمیشم که تلویزیونی که بیاد مثلا 1 میلیون دلار خرج یک اپیزود بکنه، بعد میگن خب چقدر آگهی داشتیم که دوتا. میگه کی آگهیت که میگه خب حالا دوتا داشتیم دیگه. آقا جواب نمیده، کی داره این، کیه این ایرانیای ایرانی که نیستن. البته حالا البته بهتون بگم از اون موقع تا امروز بنده فهمیدم که دقیقاً تو صاحبش کی هست، یعنی شما نمیدونین، من میدونم، یا حداقل اینه که از کجا شروع شده. آقا این تلویزیون من و تو، این آقای عباسی که میگن آقای عباسی، آقای عباسی مدیر قبلی تلویزیون آزادی توی همسایه اون برای خیابون خودمون توی چتسفورد، که ایشون مدیره، الان مدیر ایشون مدیر هستن. صاحب آزادی کی بود؟ یه امریکایی نازنین که هزاران دلار پول گذاشت، نه تو تلویزیون آزادی پول ساخت. بعد چی جوریه یه کسی تلویزیون سیاسی آزادی که خدا رحمتش کنه، کی بود اون نفیشه خیلی خوب که اونجا اسم ایشون رو یادم رفت، ولی آقای فاضلی، که آقای فاضلی توش بودن دیگه، دمشون گرم، خدا رحمتشون کنه آقای فاضلی.
همون کسی که تلویزیون آزادی رو زده، همون آقای امریکایی که تلویزیون آزادی رو زد و آقای فاضلی خدا رحمتش کنه و دوستانشون آقای عباسی و دیگران، که حالا کی؟ یه مدت هم یکی از دوستای خیلی خوب ما اونجا بودن که خب نمیدونستم بند خدا که چی به چیه که به یه مشکل اساسی حداقل اشاره کنم و اون وضع رسانه های ما در کل ده. روز به روز ما متاسفانه فرو رفتیم به جای اینکه قد بکشیم بریم بالا. مشکل اساسی من در رابطه با رسانه های دولتی بیشتر یعنی بی بی سی ها، صدای آمریکا ها، اینایی که بودجای اساسی دارن ولی نتیجه شون به همون بدی دیگرانه. بله، این خیلی بده. شما در این رابطه آقای پنبری عزیز اشاره نام بردید بی بی سی یا عرض کنم حضورتون صدای آمریکا، و خب تازگی شما میسی که در برنامه شبکه من و تو هم بله داشتین، یعنی این شبکه مستثناست، اونم به حال از یه بودجه قوی برخورداره، میدونید یه بودجهش سنگینه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. من حالا من اگه قرار باشه سفره دلمو باز بکنم که باید زنگ بزنیم به یکی از این کلینیکای خصوصی ایرانی که بعد یه فکری برامون بکنن.